در 9 ماه گذشته بیش از 300 تن در پی اصابت گلوله در هرات زخمی و به بیمارستان مرکزی این ولایت منتقل شدند. آمار این مرکز درمانی افزایش رویدادهای مرمی‌خوردگی را نسبت به چند سال اخیر نشان می‌دهد. با این حال شماری از زخمیان در این مرکز درمانی می‌گویند که از سوی دزدان مسلح آسیب دیدند. با اینکه همه روزه پلیس از بازداشت افراد مسلح غیر مسئول و جمع‌آوری سلاح‌ها خبر می‌دهد، اما مردم موجودیت سلاح گرم نزد افراد غیر مسئول را نگران کنند می‌خواهند. به این گزارش توجه کنید. میزان بلند رویدادهای مرمی‌خوردگی در بیمارستان مرکزی هرات. از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 300 تن در پی شلیک گلوله به این مرکز درمانی مراجعه کردند. 70 مرد و 6 بانو از این میان جان باختند. مسئولان بیمارستان مرکزی هرات از افزایش بی پیشینه رویدادهای مرمی خوردگی در سالهای اخیر سخن میزنند. 70 واقعه مردها فوتی داریم، 6 واقعه از خانمها فوتی داریم و 6 واقعه از اطفال فوتی داریم. در مجموع امی 332 واقعه که بس لوحه مرمی خوردگی به شفاخانه مراجعه کرده و حادثات چاق خوردگی ها هم جز کسای جنایی ما که آمده، مجموعا 972 واقع در طول 9 ماه بوده که از جمله از اون ما 51 فوتی مرد داریم و 4 فوتی زن. زخمیان این رویدادها وجود سلاح گرم نزد افراد غیر مسئول را نگران کننده می دانند. آنان به این باورند که عامل بیشتر رویدادهای مرمی خوردگی دزدان مسلح هستند. این شده بعد از شلیک کرده بازیم. شلیک میکنه بعد فرار میکنه. یه هم خانم این دزد داخلمون خیمه های بودم، خیمه های ماجیریم. دزد بده دیگه. خواست موتور بگیره. بعد کلی موتور هم با دست مرمیار بزنم. سه روز است که بر تخت بیمارستان افتاده و با کمک وسایل طبی به سختی نفس میکشد. این جوان یکی از قربانیانی است که روزانه در هرات از سوی دزدان مسلح و افراد مسلح غیر مسئول زخمی می شوند. ساعت 3 بجه تو میای به وسط جادی عمومی، تمش راحت تفنگچر قلب میدی به بالای طرف مرمی زنی. ما که بفتادم مرمی و تفنگچه من دسته مرمی سفر شد. دیگه نمیفهم. سر سفر به جون مخبو خورد یا دیتا خورد. پلیس در هرات در چند ماه گذشته چندین بانده از سارقین مسلح را بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی می‌گویند با اینکه در چند مرحله سلاح‌های دوران جنگ‌های گذشته جمع‌آوری شده است، اما هنوز هم تعداد سلاح‌های غیرقانونی در اختیار دارند و از آنها سوء استفاده می‌کنند.